استاد کیخسرو خروش از استادان به نام نستعلیق همروزگار ماست. تمرکز استاد بیشتر بر نگارش سطر و به طب کتابت است. از همین رو کتابت بیش از 35 جلد از آثار ارزشمند مثل دیوان حافظ، فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر و خسرو و شیرین نظامی در کارنامه حرفه‌ای اوست. شیوهی که ایشون کار میکنن که همون دنباله شیوه مکتب عماد هست، عماد الکتاب، شیوهی هستش که بسیار کارایی داره در حوزه قلمهای کوچیکتر و در حوزه کتابت. سطر از ارکان اصلی خوشنویسی ایرانی است. مهارت در سطر نویسی، همه ی اصول خوشنویسی در قواعد حروف به تنهایی و نیز قواعد اتصالات و ترکیب آنها با هم را شامل می شود. سطر کلید نوشتن یک کتابه، یعنی هنرجویی که میتونست روی سطر کار بکنه قطعا میتونست اون یک سطر رو تبدیل به یک صفحه بکنه و وقتی میتونست یک صفحه رو بنویسه راحت میتونست یک شاهنامه رو بنویسه. کتابت، سیاه مشق و کتیبه نگاری انواع گونه های خوشنویسی سنتی ایرانی است. هر کدام از اساتید به نام در یکی از این گونه ها سرآمد است و افراد با انتخاب گونه مورد علاقه و انتخاب استاد در واقع از دیرباز به فراگیری یک نوع خاص از خوشنویسی سنتی ایرانی دست یافتند. در زمینه نقاشی خط یه مقدار نوآوری های صورت گرفته، ولی خط سنتی ما اون دیگه باید تو روند خودش تکامل پیدا بکنه. البته بعضی از اساتید گذشته معتقد بودن که خط دیگه تکامل خودش رو کرده و دیگه هرچی جدیدتر بخوان به خط رو بیارن باید الگو برداری کنن از کار قدما. نمایشگاه خوشنویسی استاد کیخسرو خروش و شاگردانش تا 14 آذر در گالری عالی حوزه هنری برپاست.